آمریکا و روسیه در آستانه برگزاری کنفرانس سالانه امنیتی در مونیخ آلمان هر دو بر ضرورت آتش بس در جنگ سوریه تأکید گذاشتند، با این تفاوت که آمریکا خواستار آتش‌بسی فوری هست ولی روسیه مهلتی تقریباً 3 هفته‌ای را پیشنهاد کرده. واشنگتن میگوید مسکو و دولت سوریه میخواهند با تأخیر در آتش‌بس برای نابودی مخالفان معتدل فرصت بیشتری داشته باشند. اما در این حال امروز در مونیخ نشستی هم برای حل بحران سوریه انجام گرفت. برای بررسی تازه‌ترین تحولات در مونیخ گفتگو می‌کنیم با هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا، که از این محل با ما همراه شده از طریق خط تلفنی. هانا، تازه‌ترین اینها رو در ارتباط با نشست حل بحران سوریه از شما بشنویم. بله، نشست همچنان ادامه داره در اینجا در مونیخ هتل هیلتون در این شهر و خبرنگاران، ده ها خبرنگار منتظر نتیجه این نشست هستن که پیش بینی میشه تا ساعتی دیگر در یک کنفرانس خبری با حضور وزرای خارجه روسیه، آمریکا و نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه اعلام بشه. نتیجه که هنوز مشخص نیست چه خواهد بود، اما تلاش بر این بوده در ساعت‌های گذشته که دیپلمات‌ها دیدارهای متعددی رو پیش از برگزاری نشست گروه حمایت از سوریه داشتن، تلاش بر این بوده که نتیجه این نشست توافقی باشه برای اینکه آتش‌بسی برقرار بشه در سوریه. در این حال سوال بزرگ این هست که این آتش‌بس همونطور که گفتی کی برقرار بشه. برخی اینجا تحلیلگرانی که هستن، دیپلمات‌هایی که هستن، صحبت از این می‌کنن که این آتش‌بس اونطوری که روسیه اعلام کرده چند روز پس از اثرگیری دوباره گفتگوهای سوری در ژنو باشه با حمایت سازمان ملل متحد. اما ما می‌دونیم که بمبارانی که انجام شد در شهر حلب همزمان با مذاکرات سوری در ژنو هفته گذشته مشکل آفرین شد در اون مذاکرات و اون مذاکرات رو به حالت تعلیق درآورد. تلاش بسیار زیادی هست که برای پیشبرد روند سیاسی و یافتن یک راه حل سیاسی برای یک دوران انتقالی در سوریه این مذاکرات از سر گرفته بشه. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره سوریه که سال گذشته میلادی تصویب شد در حالی از انجام یک روند سیاسی صحبت میکنه که باید آتش‌بسی هم در سوریه در جریان این روند برقرار بشه. در نتیجه یک تلاش دوگانه‌ای داره انجام میشه که از یک سو هم صحبت‌های دو طرف سوری، اول به صورت غیر مستقیم و بعد بر سر یک میز گفتگو پی گرفته بشه و در این حال بشه آتش‌بسی برقرار کرد و همچنین راه رو باز کرد برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به شهرهای تحت محاصره، رفع محاصره اون مناطق، محاصره که توسط ارتش سوریه انجام میشه. در نتیجه خیلی چندگانه هست مذاکراتی که در جریان بوده در طول روزی که پشت سر گذاشتیم. وزیر خارجه آمریکا دیدارهای متعددی رو با طرف روسی، با همتای عربستانی خودش، همچنین آقای ظریف دیدارهایی رو داشته با وزرای خارجه روسیه، چین، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و تلاش‌های دیپلماتیک در حال انجام هست. امروز باید نشست گروه حمایت از سوریه در اینجا در مونیخ به پایان برسه، اما از فردا صبح، از روز جمعه در شهر مونیخ کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار میشه. فضای غیر رسمی هست، تصمیمات رسمی در کنفرانس امنیتی مونیخ گرفته نمیشه، اما در حاشیه اون دیدارهای دو جانبه و چند جانبه مهمی معمولا هر سال برگزار میشه و قرار هست که موضوع سوریه یکی از موضوعات مهم این کنفرانس امنیتی هم باشه.